سلامی دوباره به شما خوبان، همراهان و یاران هتل گردی با جونی. امروز کجا هستیم؟ در هتل رویال وینگز در منطقه کندو، رویال وینگز لارا. حتی اینجا منطقه کندوه. این هتل در واقع شبیه هتل هایت چالوسه، شبیه اونه، مثل رویال وینگز از اسمش معلومه، مثل عقابی که در واقع بال داره، به خاطر هم اسمش رویال وینگزه. از مجموعه هتل های استون، هتل های استون مجموعه هتل های هستن که رویال وینگز هستیم الان، رویال هالیدی، رویال سیگینوس، رویال تاج محل، رویال دراگون. اینا هتل هایی هستن که در واقع مال استون گروپه، اینا رویال گروپ نیستن، اشتباه نشه، در واقع برای شرکت استون هست. خب اومدیم هتل دیگه، از حالتش مشخصه دیگه، مثل همون هتل هایت چالوس که گفتم، مثل باله، اصلا سبک هتل هم همین جوریه. خب هتل تقریبا 14-15 سال هست که 15 سال اینا هست که ساخته شده، ولی یه سری تعمیرات یه کارهای انجام دادن. لابی اولیش، خب لابیای الان یکم بزرگتر، هتل هایی که یکم هر چقدر قدیمی تر باشه لابیاش در ورودی کوچیک هست. اینجا هم در واقع قسمت پذیرشه، ولی لابی اصلی یکی مستقیمه، لابی 24 ساعتشه. 24 ساعته که نه، 12 شب به بعدش ته همینه. این دیگه فوت کوزه‌گریه. بعضا میگن آقا ما اومدیم لابی مرکزی 12 شب به بعد نوشیدنی نبود، نمیدونم غذا تو رستوران مرکزی غذا 12 شب پیدا نکردیم. اینو باید تا ته کوچه بری، همینو مستقیم برین، 12 شب به بعد یه دونه بار هست، بغلش هم رستوران هست، بهتون نشون میدم. و اینجا هم طبیعتاً قسمت مروانار رسپسیون یا رسپشن یا پذیرش هست که ساعت‌های چکین و چک آوت رو مثل همه هتل‌ها، چکین ساعت 2 بعد از ظهر 14 هست و در واقع چک آوت هم ساعت 12 ظهر هست. این دو ساعت هم برای نظافت اتاق هاست که بتونن برای شما نظافت کنن. خب دوستان، ما در 6 دسامبر 2022 هستیم، داریم به 2023 نزدیک میشیم. 15 آذر 1401، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. امروز روزهای خاصی هست، انشالله که همه چی به خوبی پیش بره. خب درخت در واقع کریسمس هست، همه هتل ها دکوراسیون های مختلفی دارن. خب ما امروز واقعا میتونستم با شلوارک بیام، برای من هوا که واقعا گرمه، ولی کلا هوا گرمه، هوا خوبه، عالیه. البته امسال اینجوریه ها، یعنی سالهای قبل معمولا تو آبان، 15 آبان، 20 آبان دیگه هوا خنک میشد، ولی الان روزا واقعا هوا خوبه، با آستین کوتاه میشه بیایم بیرون، ولی در واقع شبا سرد و خنک میشه. خب هتل‌ها با در واقع سبک‌های مختلفی دیزاین میکنن، خیلی سری، خیلی خیلی دیگه، این ساده ترین دیزاینی که من تو هتل‌ها دیدم اینجاست. ولی دیروز پیروز مثلا رفتم امپریال، یه حالت خونه های کوهستانی، خیلی ماکت های قشنگی درست کرده بود، خیلی درخت بزرگی درست کرده بود. یه هتل ها مختلفن، هر کی به هر سبکی درست میکنه. خب قبل از اینکه بخوایم ما اتاق ها رو نشون بدیم، قبل از اینکه بخوایم بارها رو نشون بدیم،
ما ببینید این هتل رو شاید الان در زمستون ما انتخاب کردیم، می‌خواستیم نشون بدیم که هتل‌های زمستون هم چجوری خدمات میدن. توی عید نوروز یه مقدار خدماتشون یه نمه بیشتر میشه، تابستون که دیگه همه جا باز است. به خاطر اون قیمت‌های عید نوروز قیمتش مناسبه و خدماتش هم نسبت به اون محدود. دوستان یعنی شما تصور نکنید که هتلی که تابستون مثلا می‌خریدین 40 میلیون با تا عید میشه بخرید، مثال دارم میگم 20 25 میلیون همون خدمات تابستون، نه همچین چیزی منطقی نیست. یعنی خودتون هم باید بدونید منطقی نیست، ولی کما بیش میتونین اون خدمات کلی رو بگین، چون بیس هتل، بیس اصلی هتلی که دیگه مشخصه، یعنی خورد و خوراکش رو نمیاد برند روغنش عوض کنه، برند مشروبش نوشیدنش رو بخواد عوض کنه. خب اینجا باری هست که تا ساعت 12 تا 2 این بامداد، نه تا 12 شب 8 صبح. دوستان همه بارها این پیانو باره، هر باری بغلش ساعت ها رو میتونه ببینیم. ورودی هتل وقتی که میان یه دونه بارکد هست، کانسپت کارت هست، اون کانسپته میتونید تمام ساعت کدوم بار کجا چه کار میکنه رو همه رو میتونید در واقع ببینید. دوستان ببینین شما میتونید در واقع بارکد ها رو از اینجا نگاه کنید، بارکد شرابش با بارکد مشروباش فرق میکنه، بارکد حتی نوشیدنی های گرمش هم با هم دیگه فرق میکنه، ولی اکثر هتل ها تک بارکد، توی بارکد همه چیز هست. راکی هم تکیرداغ میده، تصورون دیل اسمیرنوف هست، فینلاندا هست، جسدیلری گستریجه زوردور کنتی بالت. این راکی هم در واقع سر میشه. خب اکثر هتل‌ها این ودکا رو، هتل‌های بنسبت مناسب این ودکا دارن، ودکا خوبیه، اونجوری نیست که چون اسمیرنوف نیست، چون ابسولوت نیست، نه ودکا خوبیه، ولی اکثرا همین رو سرو میکنن تا بهشون بگید که یه چیزی بهتر رو سرو میکنن، یعنی با اون انعام و یا بهشون اسمش رو بگین رد لیبل بهتون میدن. پس هتل رویال وینگز اومدید در واقع این رو میتونید به این صورت ازشون برند رو بخواید. خب اومگا هم هست، ببین دیدین که اینا دیگه زیر بونار جتلمه اوش دستیز. این ایام تو ایام زمستون اگر شما 70% تخفیف میگیرین، هتل 35-40% خدماتش رو کم میکنه، طبیعیه. اندازه 70% که تخفیف میده، 70% خدمات نمیتونه کم کنه، چون خدمات کم کنه عملا تو این هتل ها
هتل ارزو که دیگه تکلیفش مشخصه. ولی تو این هتل هتل‌های خوب الان اینجا هتل رویال وینز و هتل‌های استون دلفین هتل‌های خوب و لاکچری‌ان. لاکچری‌تر هم هست، مثل سرپتون لاکچری هست، ریکسوسا هستن، رکنوم هست، مکس رویال هست. اینا هتل‌ها که تکلیفشون مشخصه، ولی این هتل‌ها هتل‌های خوبیه. ایام در واقع جام جهانی هست که شوربختانه حالا ایران هست شد. یه سری خوشحال بودن، ناراحت بودن، میدونم که ته دل خوشحال نبودن. مگه میشه اون همون اشخاص ما رو در زمانهای خوشحال کردن، شادمون کردن. اتفاقاتی که افتاد، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اینجا نتیجهش گروه بی هست که احتمالاً بین انگلیسی ها و ایرانی ها کلکل بوده، چون اینو چهار کردن بعد پاکش کردن. اینجا بعد مشروب خلاصه نتیجه تغییر پیدا میکنه. خب اینجا هم که باز اینفو بورد هست تو همین هتل ها، میدونی که تو لابی بغل رستوران ها توی مسیر استخرا همه جا اینفو بورد هست که برنامه موزیکش. زمستون ها هتل دوستان، هتل ها دیگه برنامه بیرون ندارن، سعی میکنن که داخل باری که تا 12 شب بازه همون خدمات در واقع شو اینا انجام بدن که ساعت 9 شب نوشته که در پیانو بار جمع بشید اونجا برنامه داریم. اینجا هم که شوی در واقع شراب هست، فعلا غذا شروع نشده. ما ازشون خواهش کردیم قبل از اینکه رستوران در واقع تیکه تیکه بشه ما این کار رو براتون انجام بدیم. اینجا هم نوشته غذا با خودتون نمیتونید ببرید بیرون. همه هتل ها در واقع بردن غذا کار درستی از نظر اونها نیست. دوستان همه هتل ها یه گوشه‌ای داره، یه کورنری داره، یه قسمتی داره که غذای به این صورت در واقع آردی رو خودشون اونجا، پیتزای ترکی، پیتزای بین‌المللی، پیده، به این میگن پیده، نوع پیتزای در واقع ترکی هست، با گوشت چرخ کرده هست، با سیب زمینی هست، با قارچ و اسفناج هست و اینجا نون گرم کردن نون. این قسمت ها کجاست؟ جایی که نونا هستن، جایی که نون باشه اینا هست، جایی که نون باشه سوپ هم هست. اینجا بگردیم یه جا سوپ پیدا میشه طبیعتاً اونجاست، خیلی نزدیک همدیگه. ببین اینا خیلی معادله های خیلی دوری نیستن. قسمت های کبابی معمولاً بیرونن یا جایی که مثلا مشخص آشپزخونه فنای قوی باید داشته باشه. نون، سیر. خب دوستان ببینید اینجا الان این خنکه، پس اینجا نشون میده که این شب اینجا برفک اینجوری زده، شبا اینجا بر چیز داره، یعنی غذا اینجا میذارن. چون اگر میگفتیم زمستون خدماتشون رو محدود کردن، اینجا خیلی تمیز بود، مشخص بود. اینا دیگه بسته، یعنی تابستونه، چه زمستونه دیگه این خدمات دیگه نمیده، این غذا اینجا دیگه نیست. طبیعیه قیمت آوردن پایین، خدماتشون رو محدود کردن. خب غذای رژیمی هست، اینجا غذای رژیمی هست، براتون باز میکنم. هویج آب پز، خب یه سری اینجور دوست دارم، با احترام میذاریم. مرغ کاملا آب پز، یعنی دیگه هیچی توش، روغن هیچی دیگه توش نداره. برنج به این صورت کته، خیلی دیگه کته هست. و اینجا ماهی خیلی آب پز. جایی که بغل نونا، بغل سوپا شما میتونید ادویه‌ها رو پیدا کنید. اینجا ادویه، همه ادویه هست. سوپ هم دو نوع سوپ هست اینجا. تارهانا هست. تهرانا نه، تهرانا. اینم پیاز، سوپ پیاز هست. حالا سوپ های مختلف تو هر دوره هست. خب اینجا غذای کبابیش رو بریم ببینیم. بعد شما رو میسپارم به دوربین عزیزم. خب ببینیم اینجاها دیگه تموم، اینجا دیگه جمع کردن برای تابستون، اینجا پر میشه. اینجا جای دونر هست، تا شب اینجا دیگه میتونه غذا داشته باشه، جای دونر هست. پس در این هتل جای کبابیش دیگه بیرون نیست، داخل خود رستوران هست. قسمت بستنی رو نشون بدیم، یه دور اینجا بزنیم و بعد دیگه. اینجا بار دوستان، ولی تو این هتل به صورت در واقع سلف سرویس نیست، براتون در واقع گارسونا نوش سرویس نوشیدنی بدین براتون میارن. دستگاه برش هست که نسبت به سفارش دیگه اینا کاراشو انجام دادن، این به صورت نمایشیه بیشتر. ولی همه انواع پنیر و اینا رو اینجا نشون داده. مرحبا کلاگس. خب اینم برک میگن دیگه، برک و
رویال سوان. اینجا قراره که چیز بیارن، پیاز حلقه بیارن. آها آوردن. با پوره سیب زمینی درست کردن. سیب زمینی قراره بیارن، دارن اینجا درست میکنن. اینجا هم جای سیب زمینی هست، اینجا هم جای کبابی ها هست که یه سری انجام دادن. دوباره باز اینجا استیک بوغلمون هست، ماهی هست، به به چه ماهی، و باز کفته کبابی هست که کفته هست. قسمت های اسپاگتی هست که ببینید دوستان، مثلا این اسپاگتی آماده است، ولی توی تابستون معمولا اونجا قسمت شو هست. صبحونه مثلا اگه تشریف بیاری، من چون اینجا اومدم هفته پیش اینجا مهمون داشتم، اینجا براتون املت رو درست میکنم. قسمت اسپاگتی هست و انواع ماکرونی. خب دوستان، الان فیلمی که گرفتیم کانسپت زمستون هست، کانسپت زمستون، تازه نهار. موقع شام این 30% به این چیزایی که شما دیدین اضافه میشه، تابستون خیلی اضافه میشه. الان در واقع دوستان عزیزم آقای صابر زحمت میکشه فیلمی که از هتل گرفته رو میچسبونه به اینجا که شما کانسپت تابستون هم ببینیم. بیریم ببینیم چه خبره. بلا استثنا ماهی میخورم، ولی زمستون تو رویال وینگز ماهیچه دیدم. مگه میشه از ماهیچه بگذریم؟ میدان ونک هتل رویال وینگز هستیم، شوخی میکنم، در مرکزیت رسپسیون پذیرش هستیم، در وسط هتل رویال وینگز. از اینجا اگر سمت راست برید میرید قسمت تور لیدرها و البته باری که تا 12 شب بازه، 8 صبح تا 12 شب. یه بار دیگه است، اصلا مربوط به تابستون زمستون نداره. این بار از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت، تو مشخصا داره سرویس میده، ظرفاش ظرف و ظروفاش هست، 5 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب هست که اینجا سکای بلو اینا میده و بیشتر کوکتلیه، طرزش اینجا بیشتر کوکتله. این چه آرامشی داره، هم دکوراسیونش قشنگه، هم هتلش قشنگه. خب یه دونه فوتو کوزه‌گری بهتون بگم در این هتل، چون معمولا دوستان مثلا میگفتن آقا این مثلا ما میرفتیم، چون معمولا افتر لانچ شام آخر، میگم لانچ دینر آخر، سال 12 شب تا 1، 2 تا 5 اینا، حالا هر ساعتی هست که تو هتل لاکچری معمولا 12 شب تا 7 صبح، 6 تا صبحونه هست. اینجا هم باز به همین صورته، البته اینجا قنادیشه، ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب اینجا قنادیش کار میکنه، اینجا دایر هست. شما هفته پیش اینجا بودم، اون فوت کوزه‌گری اینجاست.
شما از 12 شب تا جایی که من میدونم 5 صبح اینجا میتونید شام رو بخورید. حالا الان با هم دیگه نگاه میکنیم و اینجا از 12 شب تا 7 صبح در همه رویال ها همینه. در همه رویال ها یه باری هست که معمولا چیزه کنارش یه دونه بار 24 ساعته هست. اینجا تا صبح تا ساعت 9 شب 10 شب که ایتالیان رستوران، خب آلاکارت. این آلاکارت شامل چی میشه؟ شامل 10 یورو میشه. هر نفر 10 یورو باید پرداخت کنید تا اینجا رو بخواید بگیرید. استیک 25 یورو در رویال. ببین چیزی که من پرسیدم میگه بیشتر در مثلا یک کانسپتی که هست برای صرفا رویال وینگز اینا نیست، شما رویال رو انتخاب کنید به همین صورته. 25 یورو هست. شاهان همون شاهانه خودمونه که در واقع 10 یورو هست. به غیر از استیکش بقیه استیک 25 یورو، بقیه‌اش 10 یورو. ببخشید اون رستوران 24 ساعته ساعت 12 شب تا 7 صبح بود اینجا بود، رویال بیسترو. تو همین رویال، تو رویال تاج محل هم من برای تولدم چند سال پیش رفته بودم با دوستان، اونجا دیدم که بغل اونجا مثلا یه دیسکو بود، یه بار بود، بغل بارم یه دونه رستوران بود که در این رستوران صرفا فقط یه سوپ و یه سالاد و برنجینا نه ها، غذای خوب داره. پس قنادی و آلاکارتا رو با هم دیگه دیدیم. ما الان تو زمستون هستیم. اوکی. اگه شما تابستون هم من این ساعت میومدم فیلم برداری میکردم، باز این خلوتی رو اینجا میدیدیم، باز این آرامش اینجا میدیدیم، بخاطر اینکه اینجا جز این محدوده، جز محدوده ای هست که 5 بعد از ظهر به بعد دیگه شلوغه. آلاکارتا رو دوستان میدونی که شما مثلا رزرو کردین، حالا چه جایی که مجانی باشه چه جایی که پولی باشه، میگه 7 و نیم، لطفاً 7 و 20 دقیقه اونجا باشید. 7 و 20 هر ساعتی که میگه، چرا؟ چون آلاکارت شما 7 هم تازه بدین تا 9 و نیم طول میکشه. اینجوری نیست که من 7 و نیم رزرو کنم تا 9 هستن دیگه. نه، آلاکارت به سرویسی میدن که شما میرید اونجا میشینید، نسبت به آلاکارتی که هست. اگه ماهی باشه ماهیتون سفارش میدین، اون شب غذاها، پیش غذا، سالاد و ماهی نسبت به در واقع سفارشی که میدین براتون میارن تا شیرنیاشون. همون انتخاب میکنین مرتب طبق برنامه ریزی تا 2 ساعت براتون میارن. اینجوری نیست که مثل رستوران مرکزی مثلا تو نیم ساعت بتونین غذا بخورید برید. نه، اون شب باید میگین 7 و نیم، بدونید تا 9 و نیم 10 زمان میبره. خب با اینکه هتل مثلا تو لابیش اینا کوچیک در به نظر میرسید، ولی هنوز خیلی زمان برد تا ما بتونیم از اینجا بیایم بیرون. یعنی همون آلاکارتا و بارا و اینا رو بخوایم اینجا نشون بدیم، یه سری هتل هستن مثلا همون اولش یه 4 تا چیز نشون میدیم، بیشتر وسایلش امکاناتش بیرونه. البته اینجا امکانات بیرون زیاد داره، هنوز با هم فیلم نگرفتیم. خب اینجا مغازه‌هاش، فروشگاه‌هاش و آرایشگاه‌هاش هست، همه چی مثل همین هتل‌ها دیگه. اینجا مغازه‌ای که حالا چیزایی که میتونید بیشتر خرید کنید، حتی سیگار اینا داره. ترجیحاً سیگار رو با خودتون از ایران اولا نکشید، اگر میکشید با خودتون از ایران بیارید، دمپایی با خودتون بیارید، مسواک خمیر دندون با خودتون بیارید. دوستان اون کل پشتی معروفه که میگم، یه کل پشتی تهیه کنید با خودتون. فیلمای منو نگاه کنید، این توضیحات کامل‌تر بهتون گفتم. اینجا گیم سنترشه. گیم سنترش مثل 99% هتل‌ها پولی هست. چرا میگم 99%؟ اون 1% کدومه؟ از 1% حساب نمیشه. یه دونه لند آف لژندز هتل ریکسوس لند آف لژندز هست که اونجا به خاطر اینکه اصلا کانسپتش برای بچه‌هاست، گیم سنترش هم به صورت رایگان هست. ولی اینجا بولینگ عبدل داره، بیلیارد داره، ولی همشون پولی هست. اینجا میایین کارت براتون شارژ میکنه، کارتایی که میخرین اینجا قیمتاش نوشته شده است دیگه. پس همه امکانات هست ولی پولی اینجا، اکثر هتل پولی هست. دکتر هتل هست که شما پی سی آر در میاد تقریبا 500 یورو اینا، 500 لیر، 250 لیر از خود تولید داره. اگر پی سی آر اشاره که نیاز نداشته باشید، اگر بخواید میتونید از تولید داره بگیرید. فیتنسش هست ساعت 8 صبح تا ساعت 12 و نیم ظهر،
دوازانی میرن نهار، ساعت 1:30 تا ساعت 7. چرا میرن نهار؟ آقا میگه ما خودمون میخوایم ورزش کنیم. خیر، اینجا مربی هست که حواسش باید باشه، یه نفر باید باشه که حواسش باشه، معمولا باید اینجا بشینه. میگه که از بچه‌های زیر 16 سال اینجا نیام، بهتره با دمپایی نیام، با کفش اسپورت بیای. اوکی، وسایلش نسبت به یه هتل 5 ستاره کفایت میکنه. امکاناتش اوکی دوستان. خب بیام بریم ورزش. من که بیام یه هفته اینجا اشغال ورزش نمیام، بهمونه ورزش نمی کنم. کشن بردا یزن شرط عالیا دورم. دوستان الان هتلایی که ما با هم دیگه خیلی رفتیم دیگه، درست هتل 5 ستاره همه داخل یه همچین جایی برای بچه‌ها دارن، ولی اینا تابستون بیایم اینجا هیچ کس نیست بخاطر اینکه همه بیرونن. حالا زمستون یه موقع بارون میاد، چهار تا بچه بیاین، خانم هم دیگه زحمت کشیده اینجا هست نشسته، با اینکه کس اینجا نمیاد ولی وظیفه‌شه که اینجا بیاد و بشینه. وایسه که تا بیان. وسایل بازی هست برای بچه‌ها، میتونن بیان بازی کنن. دوستان اسپان ساعت 9 صبح تا ساعت 8 شب اینجا شما میتونید استخر آب گرم سرپوشیده رو داشته باشید. مهربانان به صورت رایگان میتونید بیاید و اینجا استفاده کنید. اینجا لزومی نداره به کسی پول بدید. اونجا طبق معمول باید یه نفر باشه که چه کسی استفاده کنه چه کسی استفاده نکنه، ولی استخر آب گرم به نسبتاً بزرگی دارد. آبش هم اوکیه. میگه که استخر آب گرم دارد این هتل، قسمت آکوپارک هست. حالا با هم میریم میبینیم که الان در حال تعمیری دارن آماده میکنن برای نوروز. دوستان ما الان قسمت رسپسیون یا پذیرش حمام در واقع ترکی و یا ماساژ این در قسمت هتل رویال وینگز هستیم. ماهیایی هستن که ماهی سیواس بهش میگن، که این ماهی ها برای بیماری های پوستی در واقع استفاده میشه. اینجا برای انداختن هوله هاست. هاولو کارت هاولو بردن مالیورز آلیولار یعنی. دوستان به شما در موقع ورودی یه دونه کارت هوله میدن. هوله هاتون از قسمت اسپا میگیرید. بارها قبلا توضیح دادم. هتل‌ها چرا این کارو میکنن؟ این قسمت ماساژ این کارو میخواد که میگه که با من آشنا بشن. حداقل یه بار اینجا بیان هوس کنن که بیان از من ماساژ بگیرن. به خاطر این موارد هست. خب ما یه سری هتل‌ها با هم دیگه اینا با به صورت رمزی هست. کلید معمولیه. خب اگه رمز بخواییم بذاریم اینا چیز کرد یه سرش کردند. میدونی چرا این کار میکنم؟ به خاطر اینکه یارو نیاد از این کمودو به صورت شخصی استفاده کنه. اینجا این کار میگه آقا تحت کنترل من باشه، کلیدشو بیاد از من بگیره. اینجا هم سونا هست که میگه حتما باید با لطفاً روی اجاق سونا آب نریزید، لطفاً با حوله وارد سونا شوید، حوله یا لونگ. با پارسی نوشتن دیگه، خیال راحت کردن. عربی نوشتن و فارسی نوشتن. بازم به همین صورت اینجا با سونا هست، اینجا دوشا هست و قسمت حمام ترکی. نشستن منتظر موندنه. اینجا هم که برای حمام ترکیه که همه جا مرسوم هست دیگه، میگیریم از اونجا از این تاسان میگیریم و استفاده میکنیم. دوستان پکیج های ماساژ میتونید بیاید باشون صحبت کنید و پکیج های ماساژ استفاده کنیم. حالا قیمت های مختلفی هست، باشون میتونید چکشون هم بزنید.
یه سری هم تورا هستن که از طریق تورا میتونید استفاده کنید. هر کدوم که راحت باشید دیگه انتخاب خودتونه. اتاق انتظار هست، اینجا وای میستید تا نوبتتون برسه. و اتاقای ماساژ خیلی شیک و تمیز، ماساژ شماره 3. از این سنگا هم اینا رو داغ میکنن، میذارن رو کم خیلی حال میده. اینجا هم حال میدهد. بعدش هم بخواید دوش بگیرید همینجا، اگر روغن حس خوبی ندارید میتونید اینجا دوش هم بگیرید و برید. در هتل رویال وینگس لارا هستیم، از مجموعه هتل های رویال هتلز و استون گروپ در واقع. ما از اون آقای که چقدر قشنگ ها دیگه، با اینکه هتل مثلا توی جنگل نیست ولی اومدن از فضایی که هست به نحو احسن استفاده کردن. دوستانی که میگم شبیه هتل هایت چالوسه، اینجا بیشتر متوجه میشین، درسته؟ این خودسه. بریم ببینیم که در هتل چیا هست و چیا نیست. استخر آب گرم رو سرپوشیده که کنارش باز در واقع بسته است رو دیدیم، رو بازم هست، اونجا رو هم خواهیم دید. طبیعتاً الان فصلی هست که دیگه مهمونی نیست دیگه، بیشتر توی این فصل جلسات میان یه سری برای مثلا عربا رو بیشتر میبینیم، برای کاشت مو، کارهای پزشکی میان، مثلا دندون، مو. اروپایی هم همینطور، آلمانی هم که اصلا کلن زن ها میان خانواده میان اینجا 3 ماه، 2 ماه، 4 ماه زندگی میکنن، چون مغروم به صرفه است با هزینه که اینجا پرداخت میکنن. من با اجازهتون عینک میزنم چون دیگه آفتاب اذیت میکنه. دوستان مثل اکثر هتل ها این قسمت بار در واقع بار استریت که نمیشه گفت، فود استریت، قسمتی که فود کورت هست، زیر آمفی‌تئاتر هست. این کورت هایی که در واقع برای غذا هست، مثلا نوش چیز بستنی هست، آب میوه هست، کافی آب میوه هست، دونری هست، کبابی هست، پیتزایی هست، همه چی هست دیگه. ولی خب بس است، ما سعی میکنیم با فیلم هایی که از هتل میگیریم این دو تاشو میشنشون میده. ما اومدیم این هتل های منطقه کندو یا بریکار فرق نمیکنه، 4 فصلش به شما نشون بدیم. اینجا اگه آمفی‌تئاترش باز باشه از اونجا شما میتونید ببینید. اومدن اینجا اون شرکت هایی که اومدن دارن یه کار اساسی و یه تغییراتی دارن انجام میدن، ولی از اینجا ورود میکنید و برای تابستون، یعنی از بهار به بعده. خب پس بار این تنها چیزی که اینجا کار میکنه یه دونه بار هست. میرم آنر ساعت کشتن کچه کدر چهار شیروز 10 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر اینجا کار میکنه. ایمپورت ایچکیلر ایچرده بار برده پول میاد مثل اکثر هتل ها. هتل ها اگه دقت کرده باشین، هتل لاکچری هم باشن، به نسبت چیز این مشروبه ایمپورتشون و لاکچریشون رو داخل میدن. اینجا هم قسمت در واقع آنیماسیون هست که اگه کلاگ هستین، که اگر در واقع کارت بازی خواستین، ورقی خواستین، نمیدونم تخت نردی خواستین، دار چیزی خواستین انجام میتونید بگیرید. خوشنم برنامه تابستون که پر، زمستون هم به نسبت یه برنامه هایی براتون میذارن. خب از همین کنار گوشه بریم ببینیم چه خبر است. خب دوستان اینجا میگم الان خیلی خاطر برای ما هتل رو نشون دادن طبیعتاً بهترین فصل است. چرا؟ هم هوا خوبه، هم کسایی که با بیکینی اینا نمیان، یعنی وارد حریم خصوصی مردم نمیشیم،
ولی خب یه سری چیزا هم واقعا مثلا اون شادابی رو نمیتونیم نشون بدیم، یعنی اون رو انتقالش نمیدونم چقدر من میتونم انتقال بدم، اون دیگه نظر شماست. برای دوش گرفتن اومدن اینجا، محوطه همچین جایی رو درست کردن. خب اینجا رو بستن، دارن فکر کنم بازساز بر اینجا رو دارن یه بازسازی های انجام میدن، پس ما میریم به سمت ساحل، از اون برم بر میگردیم. خب دوستان، ما الان توی محوطه‌ای که هستیم، خب طبیعتاً این مثلا اینجا اسنک بار ها شده دیگه، به غیر از اون اسنک باری که ما کنار اون پایین میبینیم، یه سری هم اینجا در واقع رستوران هایی هست که سرویس خدمات میده، اینجا هست اونجا هست، برای کنار ساحل بار داره، یه چادر. ها این چادر معروفشونه، این چادر میگه که معمولاً میگه عید و نوروز حتما این چادر رو داریم که توش گزلمه اینا هست، میگه غیر از اون که شاید آب هوای خوب باشه که همه جا مجبورن کار. ببین دوستان، بعضا میگن که آقا هتل میخواد هزینه‌اش کم کنه، اینجا رو بس. هتل هر چقدر اینجاها رو باز کنه، هزینه‌اش در واقع میاد پایین‌تر. چون شما با یه همبرگر، ببخشید من دارم تو تای مسئله بهتون میگم، با یه همبرگر، با یه بستنی، با یه پیتزا سیر بشید، تا اینکه برید رستوران مرکزی بخواید در واقع غذا بگیرید، کاستشون، هزینه‌شون پایین‌تر میشه. ولی این چادر به صورت زمستون، تابستون فرق نمی‌کنه، همیشه این چادر هست که اینجا سالاد بار داره، میوه بار داره، کلاهی هست و گزلمه داره و این برک بهش میگن، اینا هم خوشمزه است با پنیر و لامحجون و اینا همه چی هست. نه داداش خوبه. اینجا میاد موادش هست، همون پیتزا ترکیه که میگم اینجا با مواد دیگه هست براتون درست میکنه، نسبت به سفارش این خانومی از سفارش میگیره. پس صرفا فقط گزلمه نیست، اینجا هم گزلمه که باز با گوشت چرخ کرده، با پنیر پیتزا، با اسفناج، همه چیزش خوش، هم پنیرش خوشمزه است، هم با سیب زمینی خوشمزه است، همه جورش خوشمزه است. یه همچین چادری ما توی کرمین هم داریم دیگه. باز میگم تابستونا اینجا بار هست، چیز هست، فسفود هست، بار هست، بخاطر اینکه مثلا شما نمیخواید تا اون آمفیتات برید، تا نمیخواید مثلا با فود کورت اونجا برید، میتونید از همینجا غذا اینجا استفاده کنید. حتی چیزایی که واقعی دیگه، ما یه بار میایم با شما لمس میکنیم، با شما اینجا طبیعتاً همینجا رو به صورت نه فتوشاپ، به صورت واقعی بهتون میایم نشون میدیم. بعدش کلاگاست، بعدش میایم حالا چیزایی که فیلمایی که گرفتن، یه بار هم اینجا داره در قسمت ساحل، کسایی که میخوان بیان و آفتاب بگیرن. هر چقدر تعداد مسافر بیشتر باشه، بار چیز ساحل فعالتر هست. قبلا تو هتل دیگه هم گفته بودم اینا خیلی مهمه، میبینید برای کسانی که ویلچری هم. مثلا اینجا میگه کسانی که ویلچر دارن یا سنشون بالاست دیگه نمیخواد، تا همون جلو هم میبره. اونجا هم والیبال ساحلی هست. انشالله که در هر فصلی بیاید بهتون خوش بگذره. آلاچیق اینجا هم داره که آلاچیق ها رو میتونید اجاره کنید، و طبیعتا اگه شن و ماسه میاید دیگه این فراموش نشه. این خیلی یه چیزای مهمیه. چرا بهتون این میگم؟ به خاطر اینکه بعضا مثلا میام با یه ماسه، با پای ماسه میام، اینجا شکل قشنگی نداره. ما از یه فرهنگ ایرانی ها، از یه فرهنگ غنی و قدیم برخوردار هستیم، اینو باید آپدیتش کنیم، از همه امکانات باید استفاده کنیم تا بتونیم بهترین هم سفر خوب داشته باشیم، هم خوب دیده بشیم. خوب دیده شدن مهمه. ماشاءالله هتل بزرگ و جاداری. اونجا هم طبیعتاً برای یوگا ایناست. همه هتل جای دیگه همچین جایی رو میذارن دیگه. یه قسمتی میذارن برای یوگا و اینا. اوکی هست. توی بامبو گاردن هست. اونجا هنوز میگم صندلی اینا چیدن.
بامبو گاردن یعنی سعی کردن به سبک جنوب شرق آسیا درست کنن. دستگاه ADSL بسیار قوی که تو همه محوطه بتونه داشته باشه و بارهای مختلف. یکی از بارهای دیگه اینجاست و میریم به سمت هتل. همچنان بار، رستوران، بار، رستوران، بار، رستوران. تابستون که طبیعتاً به راحتی میتونید استفاده کنید. فصل‌های دیگه هم نسبه شرایط هست. طبیعتاً که الان هم مثلا هتل 600-700 تا اتاق داره، 600-700 تا اتاقش پر باشه، یعنی پر توریستیه دوستان. تو این فصل الان باور میکنید هتل پره، ولی مثلا به چه صورت پره؟ یه گروه جلساتی گرفته، دو روز هست، فرداش نیست، مثلا امروز چک اوت کردن رفتن، فرداش دوباره میاد 3-4 روز میمونن دوباره میرن. به همین صورته. به صورت توریست بخواید اگه اینجا واقعا پر باشه، مجبورن بهش خدمات نسبت به همون خدمات بدن. خب همچنان در هتل رویال وینگز هستیم، در منطقه کندو، در واقع تو طبقات. این فرش ببین، من همیشه اینا که هی ذکر میکنم یه چیز مهم هست، یه چیز نکات خیلی مهم هست، کوالیتی هتل رو در واقع مشخص میکنه. که در واقع الان داریم میریم داخل. چرا؟ به خاطر اینکه این کارت چیز رو نذاشته بودیم، این کارت رو باید بذاریم، من صدا میده. اگر میخواییم نظافت کنیم این رو باید در واقع روشن کنیم. اگر میخواییم در واقع کسی مزاحم ما نشه، نظافت نخواییم، باید این رو روشن کنیم. اوکی؟ خب بریم داخل. بوی تمیزی، بوی نظافت و هتلی اجازه هتلایی که توی کندو توی فیلم های دیگه هم هست بکنم. توی مثلا تو هتل دلفین هایی که اعلام کرده بودم گفت بودم که دلفین بی گرند هست، رویال وینگز هست. اینا جزه دو تا هتلایی که تو هتلای لاکچریه و برای خیلی ارزشمند هست، بخاطر اینکه سرویس خدمات واقعا خوبی دارن. بین رویال ها این حتی توی امتیازات مشخصه. بین رویال ها این رویال وینگز هست که در کندو. شما رویال تاج محل داریم، عالیه تو سیده. هتل رویال دراگون رو داریم، باز دیوار به دیوار تاج محله، اونجا هم عالیه و اون هم در واقع تو سیده هست. در منطقه کندو هتلی که الان میبینیم، بعد خب الان طبیعتاً در 16 آذر هستیم و در 5 دسامبر 2022 این محوطه‌ای که الان داریم میبینیم مربوط به هتل در واقع رویال وینگز است. از کجا؟ چون محوطه بزرگی، فکر نمی‌کردم اینقدر بزرگ، فکر کردم فقط هم مثلا نمی‌خوام حالا مقایسه کنم، مثلا هتل آدالیا همین محوطه همین قسمت اینو میبینید، ولی اینجا دقیقاً میشه گفت دو برابر تا سه برابره. اتفاقا هتل خوب، اتاق خوبی رو انتخاب کردیم برای فیلم گرفتن. از بالا میتونیم در واقع اونجا آمفی‌تئاترش هست که الان دارن کارش انجام میده. میدونی که الان زمستونه، برنامه زمست، برنامه شو رو در داخل هتل انجام میدن. خب اینم که از بالا. و البته که در ورودی هتل یه لونا پارک، یه پارک بازی برای بچه‌ها کوچولوها و یه دونه شهر در واقع پارکابی خیلی خوب و بزرگی داریم. این هم که خب برای پهن کردن مایوهامون هست و سیگار کشیدن که همیشه خواهد ببین یه بوی تمیزی، یه بوی عالی در این اتاق هست. بوی تمیزی میده، بوی آرامش میده. حیف این با بوی سیگار قاطی بشه، برای مهمونه دیگه هم اذیت میشه. خب ما اینجا جز باز معدود هتل هایی که هتل لاکچری باید داشته باشن، ولی بعضی تو هتل لاکچری هم ندارن دستمال کاغذی به این صورت. متاسفانه چیز بدیه در ترکیه به این صورت همین هتل ها ندارن. هتل های خوب این به این موارد دقت میکنن. این بطری در واقع هر روز براتون شارژ میشه، نبود میتونین در واقع از روم سرویس به صورت رایگان بیارید و کتری برقی و نسکافه ها. الان میپرسم براتون، خب داخل میپرسم که روم سرویس به چه صورته. داخلم که آبجو هست، سافت درینک و نوشیدنی های الکلی، البته خب آبجو. برای چیزایی که میخواین دور بندازین، مواردی که در کنار تخت استفاده میشه، حالا نمیشه گفت، میتونین ازشون از اون مشمع استفاده کنین. بعد
اینجا یه اتاق در واقع سه تخته واقعی هست. اکثر اتاق‌ها اینجا به صورت تریپل واقعی، این تریپلی که واقعا بده روم سرویس اجرتله مجرتسیز مفند اجرتله تمام. و اینکه اگر اگر غذا و یا نوشیدنی خاص اگه بخواید داخل اتاقتون زنگ بزنید بیایید، به غیر از این آب اینا که خب وظیفه‌شونه، اونها به صورت اکسترا هست. پس در واقع روم سرویس در این هتل اکسترا هست. پس میگیم تریپل واقعی، یه دونه تخت یه نفره و یه دونه فرنچ بده دو نفره که میتونید در واقع سه نفر بزرگسال استفاده کنه. اون یه دونه کاناپه‌ای که اونجا میبینیم اون برای کودکان هست که اگر رزروش انجام بشه این رو در واقع میکشن و برای کودکان استفاده میکنن. خب اینجا طبیعتاً نشون میده که بازسازی شده، چون این نوع مال هتل مگه 15 سال پیش باشه این اتاق مشخصاً رنگ و کاغذ دیواری و همه چیزش سبکش در واقع مال سالهای جدیده. چون انقدر من هتل رو رفتم دیدم که میدونم کدوم هتل جدید هست کدوم هتل سبکش قدیمی هست. که اینجا در واقع دنبال ایرکاندیشن 24 ساعته اینجور نیست که چون مرکزی هست ساعتی. قدیما بود، من یادم از سال دهه 80 80 خورشیدی مثلا ایرکاندیشن در هتل حتی ددمان ساعتی بود. اون موقع الان دیگه توریسم فرق کرده، مردم دیگه نمیپذیرن. خب طبق معمول جای پنجه هست، جای پا هست که برای انداختن به اینجا هست. با خودتون همیشه میگیم دشتی یادیم میفتیم که با خودتون دمپایی باید بیارید، مسواک، خمیر دندون، ریش تراش با خودتون باید بیارید. خب تو این هتل شامپوینا هست طبیعتا. خب دیدین اینجا مسواک و خمیر دندون نیست. دوستان اکثر هتل ها چه لاکچری باشه چه اکثر هتل ها مسواک خمیر دندون معمولا ندارن، داشته باشن هم یک بار مصرف هست، به درد شما اون ریش تراشش به درد شما کارتون رو به اون صورت راه نگاره جیلت از مارکش اوکی، ولی با خودتون بیارید بهتره. و اینکه با خودتون خانم هایی که این کارتون رو راه میندازه ولی با خودتون، من همین بهترین هتلای آنتالیا با هم دیگه رفتیم، درسته گفتم که سشوار با خودتون بیارید. و اینم که اینا میذارن یعنی که ما اینو نظافت کردیم. تو یه سری هتل ها این به صورت در واقع پالون میشه، یه سری هتل ها اینجوری هست. این هم داد مثل اون کشجوئه، این مشمایی که هست جسارتاً برای خانوم ها که اگر چیزی باشه بخوام بذارن، پدینا بخوام بذارن تو مشمه ها میتونن بذارن، یعنی میخوام بسته بندی کنم بعد بندازن اوکی هست. خب این هتل نشون میده که میگم بازسازیش کامل انجام شده، لیف و یه دوش هم که داره پوله. اینجا بپرسم که تنتوش میدهند یا نمیدهند. سیفتی باکس داخل اتاق ها هست، قبلا با هم دیگه تست کردیم. 1 2 3 4 قفل شد. حتی شما از 4 تا 1 استفاده نکنید، تا تولد استفاده نکنید. بارها بارها ازتون خواهش کردم از 4 تا فقط نشته 4 تا همه جاش نشته 4 تا. مثلا این باز اینجا دارم تکرار میکنم، اینها برای ببینید به این صورت بسته بندی هم داره. اگر اینا رو لباسایی که قاب میخواییم بشورید رو تو این بذارید و بذارید اینجا، یعنی که آقا این لباس رو ببر بشور و تو شده برای من بیار، هزینه هاش اینجا هست. البته که اینا رو باید تیک بزنید، اینو تیک بزنید اینجا روش بذارید براتون با هزینه های خب دیگه کسی که میخواد بده دیگه، مثلا میگه آقا 2 یورو 5 یورو 8 یورو شستشوی کامل و اینا همه چیز اینجا در واقع موجود هست، لیستش هست، میتونید تیک بزنید. ولی خب اینا خودتون استفاده شخصی هم اگه روز آخر میخواین دوش دمپایی چیزی بذارید به بعد اشکال نداره، ولی در طول سفر اگه تو اینا بذارید و اینا رو هم تیک بزنید خب میتونید در واقع براتون شستشو میکنن و میارن. داخل اتاق ها دمپایی هست، اگر کم بود مثلا اینجا به نظر من اینجا برای 2 نفر در نظر گرفته شده، چون رزروی که احتمال داره میاد 2 نفره، چون قبلش مشخصه رزرو 2 نفر میاد یا 3 نفر. اگه 3 نفر بودین میتونین از هاوس کیپینگ یا خانه‌داری ازشون، اینجا معمولا تو طبقات هستن، میتونین بهشون بگید که یه دونه دیگه از اونها به شما بده، هیچ مشکلی نداره. و این هم که واکس که در واقع براق کننده هست. حالا ببینید داخلش
بالشت اضافه اینا نه نیست، ولی میتونید ازشون بالشت اضافه و پتوی اضافه ازشون بخواید، هیچ مشکلی نداره، براتون میارن. امروز یه کارت مخصوص دارم، بهش میگن پاس کارت. این کارتو داشته باشی تمام اتاقهای هتل رو میتونی بری، البته با در بزنی و یا نگاه کنی که کسی داخل هست یا نه، چون از رو زنگش مشخص میکنه. با این پاس کارت ها میتونیم همه رو وارد بشیم. خب اینجا باید طبیعتاً کارت رو میکردیم تو به این صورت. خب کجاییم؟ در یک سویت. خب دوستان مثلا اینجا میگیرم که اینجا فامیلی روم مگه نیست؟ نه نیست. در فامیلی روم دقت کنید دو تا مثلا یه دونه اتاق خواب میشه با یه دونه سالن، یا دو تا اتاق خواب. تو اون سالن هم معمولا تخت است، اون به فامیلی رومه، یعنی فامیلی خانواده میتونه بمونه. توی سویت دو نفر میتونن بمونن. اکثر سویت هایی که با هم دیگه رفتیم گشتیم به صورت دو نفر، نهایتا سه نفر بوده، بیشترش دو نفر، 90%شون دو نفره بوده. مثل همینجا تو این سویت که رو به دریام هست یه دونه جکوزی داخل اتاقش هست. خب طبیعتاً مثلا شما پول 4 نفر رو میدید، نمیدونم بعضی از هتل‌ها پول 3 نفر و نیم، 4 نفر، پول 5 نفر، اون بستگی داره به سبک هتل یا بستگی به فصلش داره. اون از آژانساتون میتونید چک کنید. این اتاق رو اگه میخواید بگیرید برای 2 نفر، طبیعتاً یه هزینه اندازه 4 نفر حداقل باید هزینه بدید. حالا من قیمتو نمیتونم بگم. بعضی دوستان شما میپرسید آقا چرا قیمتو نمینویسید؟ دوستان شما من نمیدونم، مثلا من در سال 2022 هستیم، 5 دسامبر هستین، این فیلم رو کی نگاه میکنید؟ برای چه هفته میخواید؟ من هیچ وقت نمیتونم قیمت اینجا رو بگم. خیلی ناراحت میشن آقا چرا ما میپرسیم قیمت رو پایینش نمینویسین. ما به غیر از این ایامی که الان هستیم معمولا قیمت ها رو استوری میکنیم براتون، اوکی؟ به سب اون هفته، هر هفته شرایطش فرق میکنه، هر ماه شرایطش فرق میکنه، عید فرق میکنه، تابستون فرق میکنه، تابستون آگست های سیزنشه، عید قربان، عید فطر های سیزنه، اینا قیمتاشون فرق میکنه. پس ما الان در هتل رویال وینگز، پس این هتل من توش اقامت نداشتم ولی جزء هتلایی که باهاش حال می‌کردم، احساس آرامش داشتم، الکی نبوده، چون داخل اتاق‌ها رو می‌بینم تمیز، عالی، جای شما خالی. اکثر اتاق اینجا یک سوم اینجا اینجوریه، یک سوم لند ویو، یک سوم سایت سی ویو از کنار، یک سوم اینجوری هم کامل سی ویو. کامل سی ویو قیمتش فرق میکنه، گرونتره. شما نمیتونید بگید که آقا مثلا بعضا میگن آقا برو اونجا تولیدر حل کن. دوستان تولیدر اینجا نمیتونه حل کنه. سعی کنید از ایران اینو حلش کنید، از ایران پولشو برید، هر که با پول حل میشه، پولشو پرداخت کنید، از همون اول پولشو پرداخت میکنید، اتاقی که مد نظرتون رو میگیرید. بعضا واقعا استاپ بود اینجا به در واقع رسپسیون یا پذیرش یه انعام خوبی بهش بدید، این کار رو معمولا انجام میدن، میتونید باهاش تیک کنید، هیچ اشکالی نداره. ویوی بسیار قشنگی رو داریم منطقه کندو، هتل های کندو. من یه مدت خونم تو همین منطقه بود. اینجا واقعا مثل لاس وگاس مثلا شبا همش جشن و آتش بازی و اینا بود. طبقه هفتم هم بود، رو به دریا بود. خیلی سال 2013-14 اینجا بودم و واقعا شبا تا 12-1 شب
عالی بود. الان به خاطر شرایط کرونا بهونه آوردن، گفتن تا یک شب دیگه نمیتونه بیشتر مراسم انجام بدید و آتش بازی باید حتما مجوز فرمانداری و آتش بازی همیشه باید مجوز فرمانداری استانداری باشه، ولی الان خیلی مجوزش سخت میگیرن. هتل‌های بغلش میتونیم ببینیم، شروود هست این سمت راستمون، بعدش کنکورد هست که نوک دماغه هتل کنکورد. نمیدونم هتل، این هتل به من نمیچسبه، این کنکورد نمیدونم برای چیش. حتما هتل خوبیه ولی سبکش خیلی اصلا متفاوته، یا احساس میکنم همش پیرمردی جوونی نیست، حالا نمیدونم چرا. ولی این هتل جزو هتل خوبیه، بیگ گراند جزو هتل خوبیه. و الان نگاه نکنید خلوت ها، اگه تابستون حتی عید و نوروز اینجا اصلا نمیتونید اصلا سوزن بندازید. و هتل بغلیمون در واقع کریستال سنترو هست. دوستان اینجا کروانسرای کندو بود، الان فکر کنم دارن یه تغییر اساسی میدن، ولی اون ترک رو میبینید اینجا، این ترک رو باید یعنی یه جوری باید درست کنه. این هتل از قبل کروانسرای کندو بود، همیشه آخرین هتلی بود که فروش میرفت، الان اسمش عوض کردن، ولی چقدر تونستن کیفیتش رو بهتر کنن رو الله اعلم، نمیدونم. ولی اون موقع پارکابی به نسبت خوبی داشت. و هتل‌های دیگه همینجوری میریم به سمت مثلا کرملین رو بیان از این ور ببینیم. مثلا کرملین رو ما همیشه از اینجا میریم دوباره میپیچیم سمت چپ دیگه، ولی در واقع درست سمت چپ میپیچیم، ولی ببینید توی راست است. هتل انقدر بزرگه، محوطه بزرگی داره که از اینجا ما تا کرملین هم میتونیم اون کرملین رو به اون بزرگی توپکاپی و بعدش تایتانیک بلک و همینجوری میره تا تحت آلانیا. این مسیر همین دوربین سمتش مستقیم بری میره آلانیا. دریای کجاست؟ مدیترانه، آکتنیس، دریای سفید یا دریای مدیترانه. خب میان پول بدی پولو میخوری، واقعا راست ها. یه دونه سوئیت دو نفر، برو حالش رو بر اتاق نشیمن. و خب اینجا سیفتی باکس داره. در هتل رویال وینگز دوستان یه چیزی رو توجه کنید، اگر تن پوش یا همون برنوز اگر میخواید، روزی یه یورو نفریه. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر پولش نیست، این به خاطر اینه که متاسفانه این یه سری از مسافر رو با خودشون میبرن. پس هتل های رویال نه رویال وینگز، هتل رویال چیکار کردن؟ گفتن آقا ما روز اول برای کسی که تا رویال اومده برای یه یورو مهم نیست، یعنی 6 شب میخواد بمونه 6 یورو پرداخت کنه، یه تن پوش بهش بدیم، روز آخرام برگردونه. ولی خب میتونید بخرید، به نظر من منطقی نیست، ولی این کاری کرده که شما در واقع بچه همون میداده سی. این همون کاملا کابینه عوض کردن، از این کابینه که از بغلم آب میده اینا، از دو نفره برو واسه خودت معسل و اسکار. دوستان مثلا میگن ما اتاق معسل بگیم چیکار میکنن؟ اوکی همه هتل ها یه کارهای انجام میدن، ولی این اتاق بهتون نمیدن، این اتاق باید اون مانی رو باید بهش بدیم. این هم که سرویس بهداشتی هست، نصف سویت بودنش هم هم سرویس بهداشتیش هم همومش بزرگ هست. خب مینی بار طبیعتاً دارد، نشون داریم تو نیک اتاق. این هم که از سوفلینک و کلا و نوشابش. پس آها دوستان، این خانمه که همراه ما همراهی میکنه میگه که خواهشن ما مجبور میشیم بعد جریمه میگیریم، بعد باعث ناراحتی میشه. میگه با خودشون قلیون نیارن داخل اتاق، داخل اتاق سیگار نکشن، داخل اتاق سیگار بکشین جریمه میشین، به غیر از اینکه شون توتون بزنید چیزی بسوزه که هیچ ازتون احساس کنن که داخل اتاق کشیدین جریمه میشین. واقعا کار خوبی میکنه. میگه که داخل این چیز اتو با خودتون نیارین، میگه اتو داخل اتاق استفاده نکنین به خاطر اینکه احتمالا میسوزونن. اتو بپرسم که آیا به اتو میدهند یا اتوهای مسافرتی کوچیک اگر در حد چروک برداشتن باشه، اتو که زیاد دیگه جایی رم نمیسوزونه اونا میتونه باشه. حتی خود اینجا گفته غیرقانونی هست چیزی که اینجا نوشته. خب اینجا که بالش اضافه نداره، ولی بخواید براتون به صورت رایگان میارن. این همه گشتیم و بارهای مختلف، جاهای مختلف، رستورانهای مختلف، جاهای خوب، محوطه عالی، جای شما خالی، ولی فوتوکوزیگری های زیادی داره اینجا. یه جای خوب اشتی برای هم بزرگسالا هم کوچولوها. برای بزرگسالا میشه این پارکابی رو گفت، برای کوچولوها پارکابی سمت راستی، و البته ماشینای از این ماشین برقی ها و
بزنیم به هم دیگه اینجوری خودمونو خالی کنیم. اینا برای جامپ کردن و برای پرش و اینا اسمش نمیدونم، این کوچولو میپرن روش. اینجا به صورت رایگانه و اینکلود هتله، یعنی امسال اینجوری بوده، بعید میدونم دیگه پول بگیرن، چون هتل دیگه اینا تو رویال تاج محل هم بود، تو این رویال هم هست و یه پارکاوی خوبی داره. ببینین هوا مثلا اینا تازگی ها بسته شدن امسال توی همین اواخر آبان، یعنی اواخر تا 26 27 آبان اینجاها باز بود. هوا هر چقدر خوب باشه، مهمون زیاد باشه، اینا همشون باز میشن، هیچ مشکلی نداره. همونطوری که ولی ببینین این کشتی رو نگاه نکنین ها، کوچولوئه. این دستگاهش میاد، ببین من که اصلا حتی خب من نه که حالا از ارتفاع اینا میترسم، آره از ارتفاع میترسم، اصلا این میره بالا، ببین اصلا قلبم میومد تو دهنم، اصلا خیلی وحشتناک بود. حالا اینا رو نمیدونم، اینا رو سوار نشدم، ولی اون کشتی نگاه نکنین، کوچولو موچولوه، خیلی بزرگلو مزرگلوه، یعنی خیلی چیز خطرناکه. من چون وزنم زیاده فکر میکنم همش بس چیز میشه، کنده میشه، میخوام بیفتم. خب وسایل بازی و برای کوچیکا و بزرگا همه رقمه اینجا هست و طبیعتاً یه حالت هات داگ و آیس کریم و اسنک بار و بار نوشیدنی ها. ولی خب طبیعتاً مثل همه هتل ها جایی که پارکابی اینا هست، نوشیدنی های الکلی قوی به اون صورت موجود نمی باشد دوستان. خب یه پارکابی، خب طبیعتاً اینجا رو بستن، یه جا هم داشتن اونور کنده کاری میکردن، داشتن پارک آبی آب گرم درست میکردن، اونجایی که دو محوطه هتل مشخص بود، یه جایی که سبز رنگ پارچه کشیده بودن پارک آبی. حتی خب اینجا داریم فقط مکانش و جاره داریم نشون میدیم، ولی خب تو فیلم ها چیزایی که ادیت میشه به زیبایی خواهید دید که به چه صورت هست. ایشالله که میگم عید قسمت ما بشه و بتونیم هوا خوب باشه و اینجا رو روشن نگه داریم، ایشالله چراغ همه روشن باشه. ولی عجب هتل دلنشینی بود، اتاقای خوب و ترتمیز و باحال، ما که خوشمون آمد. تازه این یو هم داره، این یو هم همچین خطرناکیوه، خطرناکیو. به به، حتی اینجا دیگه کثیف شده، ولی میدونم که اینم یه همچین از اون بالا میایی، از اون بالا کفتر میایی، از اون بالا میایی و با اون سرعت، وای من از اونجا بپرم، من الان حسشو میکنم هرم داره میلرزه. خب دوستان عزیز، با یه برنامه دیگر از برنامه‌های هتل گردی با جنید، از مستندهای هتل گردی با جنید می‌خوایم از شما خداحافظی کنیم. به امید زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. شما رو تا برنامه دیگر، تا هتلی دیگر، تا شهری دیگر، تا کشوری دیگر به خداوند بزرگ می‌سپارم. دوستتون دارم خیلی زیاد. مواظب خودتون باشید.